نیمه دومی امروز اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف در مراسم افتتاحی نمایشگاه مال و محصولات جمهوری ازبکستان اشتراک کردند. در همین جا اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف با پخش تومچه رمزی گذرگاه بین دولتی راهی آهن غلبه آموزنگ را افتتاح نمودند. خبرنگاران ما در این خصوص گزارش آماده نمودند. نیمه دیومی روزی نهمی مارتی سالی 2018 اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف در مراسم افتتاح نمایشگاه مال و محصولات جمهوری ازبکستان اشتراک نمودند. در همین جا نخست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف با پخش تگمه رمزی گذرگاه بین دولتی راهی آهن غلبه آموزنگ را افتتاح نمودند. ваше превосходительство уважаемый президент республики таджикистан امامعلی رحمان ваше превосходительство президент республики узбекистан Шавкат Мирамонович, в связи с возобновлением движения поездов на железнодорожной линии Бохтар-Термез, прошу вашего разрешения на отправление первого поезда формированием станции Хашады-Таджикской железной дороги назначением на станции Термез Узбекистан-Темир-Юллары в составе 20 груженных вагонов. Уважаемый президент Республики Узбекистан Шавкат Мирамонович, уважаемый президент Республики Таджикистан Имамали Рахмон, железнодорожный участок Амузанг Хошади готов к эксплуатации. Первый поезд грузовой подготовлен для отправки со станции Амузанг. Просим вашего разрешения на отправление первого грузового поезда. مراسم افتتاح گذرگاه بین دولتی راهی آهن غلبه آموزنگ توسط گزارش تلویزیونی مستقیما در جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان انعکاس گردید. گذرگاه بین دولتی راهی آهن غلبه آموزنگ ولایت سرخندریای ازبکستان را با ولایت ختلان پیوست میکند. بعد از سالهای طولانی بسته بودن قطعه راهی آهن غلبه آموزنگ، راهی پیوست کننده قسمت جنوبی تاجیکستان با جمهوری ازبکستان امروز با شرافت سیاست نیکو خیرد مندونای سرانی دو کشوری با هم دوست و همسویا افتتاح گردید. امروز ها مردمان ما با مرحله نو مناسبت های نگبینانه بین دو کشور قدم های استوار میگذارند. حرکت قداره ها در گزرگاه بین دولتی غلبه آموزنگ افاده کننده واقعی زحمت های طولانی و پیوسته سرانی دولت ها اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف می
میباشد. این اقدام خیردمندانه سران هر دو کشور به رفت و آمد آزاد و بی‌ممانعت شهروندان، تقویت رابطه های تجارتی و فرهنگی، مستحکم گردیدن رابطه های دوستی ملت های شرفمند تاجیک و ازبک، افزون گردیدن گردش مال و کالا، ثمرناک استفاده بردن ذخیره های هر دو کشور و در مجموع به بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی ارزنده و شایسته زمینه واقعی میگذارد. در نمایشگاه مال و محصولات جمهوری ازبکستان که بعد بریدن لنته رمزی از جانب سران دولت ها امامعلی رحمان و شفکت میرزیایف افتتاح گردید، در آن نمگوی زیادی محصولات بیش از 100 کارخانه ازبکستانی به معرض گذاشته شده بود. اساسا شرکت های جمهوری همسایه 60 نمودی تکنیکا، مصالح ساختمانی، مال های ساحه الکتروتکنیکی، کیمیا و نوری های مینرالی، فارماسفتی، صناعت خوراکواری، صناعت سبوک، چرم، مبل، پالیگرافی، مالهای صنعتی و الکتروتکنیکی معیشی را به نمایش گذاشتند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان شفکت میرزیایف نمایشگاه را تماشا کرده برای تأسیس کارخانه های مشترک صنعتی، واردات و صادرات محصولات به کشورهای همدیگر و بحر افزایش حجم گردش مال بین تاجیکستان و ازبکستان به صاحبکاران مسئولیت های مفید دادند. سران دولت ها برگزاری چنین نمایشگاه را عامل مهمی دریافت شریکان نو و گسترش مناسبت های تجارتی و اقتصادی ارزیابی نمودند. با خوشنودی تاکید گردید که تاجیکستان و ازبکستان را تاریخاً مناسبت های نیک و دوستانه چندین عصره به هم میپیوندند و این در آینده باید در تمام ساحه های خواجگی خلق پیوسته ادامه یافته موافق امکانیت ها با منفیت هر دو کشور رواج و رونق یابد. در برابر این عین زمان در حدود ولایت ختلان کارخانه های عظیم استحصالی از قبیل کارگاه های سیمنت براری، ورقه های گچی، کارکرد نفت، کریالیت، نوری های مینرالی، کارخانه های کارکرد نمک آشی و غیره ساخته شدند و طبق دورنما در سالهای نزدیک افزایش بارکشانی در این منطقه تا 5 میلیون تن سالانه پیش بینی می شود که این گواهی آینده نیک و رشد ساحه می باشد. یادآور می شویم که نمایشگاه مال و محصولات جمهوری ازبکستان در شهر دوشنبه دوام یک هفته ادامه می یابد و ساکنان و مهمانان پایتخت می توانند از آن دیدن نمایند.